عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران با توجه به تصویب کلیات طرح مربوط به توافق هسته‌ای در مجلس خبر داده که از دوشنبه هفته آینده مرحله جدید اجرای برجام آغاز می شود. به گفته مدت 90 روزه بررسی برجام 26 مهر ماه به پایان می رسد و اگر در این فاصله جزئیات طرح اجرای برجام در مجلس به سرانجام برسد و شورای نگهبان آن را تایید کند، روال قانونی تایید برجام ته شده است. مجلس ایران روز یکشنبه 19 مهر ماه با 135 رأی موافق در برابر 100 رأی مخالف کلیات طرح اجرای داوطلبانه توافق اتمی ایران با گروه 5+1 را تصویب کرد. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران همچنین گفته جلسه کمیسیون مشترک برجام احتمالاً دوشنبه آینده در وین برگزار خواهد شد که قرار است در آن اتحادیه اروپا اعلام کند تحریم‌هایش لغو شده و کنگره آمریکا نیز اجرای تحریم‌ها را متوقف می‌کند. البته اجرای شدن این اقدامات بعد از دوره‌ای است که ایران نیز اقداماتش را بر اساس برجام انجام داد. آقای عراقچی همچنین در خصوص روز عملیاتی شدن برجام گفته است روز اجرا منوط به آن است که اقدامات هسته‌ای ایران چه وقت انجام و پایان بپذیرد و نمی‌توانیم پیش بینی کنیم که این اقدامات چقدر طول می‌کشد، اما تلقی ما این است که شاید حدود 45 روز الی 2 ماه به طول بیانجامد. بنابر ارزیابی کارشناسان، تأخیر در اجرای این توافق روزانه میلیون‌ها دلار به اقتصاد ایران ضربه می‌زند. حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه تصویب کلیات طرح برجام در مجلس را اقدامی مثبت خوانده و ابراز امیدواری کرده که در روز سه‌شنبه 22 مهر در بررسی جزئیات طرح برجام نیز این روند با مشورت‌هایی که از سوی نمایندگان با شورای عالی امنیت ملی می‌شود به خوبی پیش برود تا به جای پیشنهادهای مختلف نظر واحدی ارائه شود. همزمان یان الیاسون قائم مقام دبیرکل سازمان ملل که روز یکشنبه 19 مهر ماه و در جریان سفر منطقه‌ای خود به تهران وارد شده است، روز دوشنبه 20 مهر به خبرگزاری ایسنا گفت توافق وین مثالی از دیپلماسی صبر و گفتگو است. در حال حاضر بسیار اهمیت دارد که همه طرف‌ها به طور کامل به شرایط توافق هسته‌ای وین پایبند باشند. تصویب کلیات برجام در مجلس در یکی از پرتنش‌ترین جلسات آن صورت گرفت که در آن علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه به مرگ تهدید شدند. یک روز پس از انتشار این خبر یک نماینده تندرو مجلس این تهدید را تایید کرده اما آن را شوخی تلقی کرده است. حمید رسایی نماینده مخالف دولت در مجلس در پست اینستاگرام خود انتشار خبر تهدید آقایان صالحی و ظریف را با انتشار خبر گفته‌های روح الله حسینیان در روزنامه صبح امروز در زمان افشای قتل‌های زنجیره‌ای مقایسه کرده است. آقای حسینیان یکی از اعضای شورایی بود که دستور قتل مخالفان حکومت را صادر می‌کرد. همزمان بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تایید کرد که یک نماینده مجلس علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی را به مرگ تهدید کرده. اشاره آقای کمالوندی به سخنان روح الله حسینیان نماینده عضو جبهه پایداری است که روز یکشنبه در صحن علنی مجلس خطاب به صالحی گفته بود اگر برجام رأی بیاورد شما را اعدام کرده و در راکتور عراق دفن می‌کنیم و رویتان سیمان می‌ریزیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی البته حاضر نشد مستقیما به نام آقای حسینیان اشاره کند، اما گفت که شنیدن چنین جمله‌ای برای ما خیلی تعجب‌آور بود. او اضافه کرده هنوز فکر می‌کنم در خواب هستم که یک نماینده مجلس بیاید و در حالی که یکی از مهمترین موضوعات ملی در حال بررسی است یک مقام مهم کشور را تهدید به کشتن کند. در همین حال کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل نیز از تهدید شدن محمد جواد ظریف وزیر خارجه در صحن مجلس خبر داده و گفته صالحی را تهدید به مرگ و ظریف را تهدید به اعدام کردند. آقای پیرمؤذن در پاسخ به این پرسش که کدام نمایندگان ظریف را تهدید کردند گفت حسینیان، رسایی و پایداری ها. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز تایید کرده است که تهدید به مرگ در مجلس شامل محمد جواد ظریف هم شده است. آقای انصاری به خبرگزاری ایرنا گفت فکر می‌کنیم آقایان ظریف و صالحی از این حرفا زیاد شنیدند اما نیز آنها را جدی نمی‌گیریم. تا
ترکیه در خشم و خون، شاید این کوتاه‌ترین توصیف میتونه از شرایط این روزهای ترکیه باشه. سه روز عزای عمومی در ترکیه اعلام شده. متاسفانه بی سابقه ترین عملیات تروریستی سالهای اخیر رو در ترکیه شاهد بودیم. ابتدا تیتبار به آخرین خبرها و گزارش‌ها در این مورد اشاره بکنم. تا لحظه تنظیم خبر، منابع دولتی تعداد کشته شدگان رو 95 نفر اعلام کردن، اما این رقم رو حزب دموکراتیک خلق نمیپذیره و میگه تعداد کشته شدگان 128 نفر هستش. هیچ شخص یا گروهی هنوز مسئولیت این حمله تروریستی رو به عهده نگرفته. تحقیقات در این زمینه ادامه داره. دولت البته گفته حمله انتحاری بوده و احتمالاً توسط یک زن و مرد جوان صورت گرفته. آقای داوودوغلو نخست وزیر ترکیه اساساً سه گروه از جمله چپگرایان ترک، داعش و پیکاکا رو مسببان احتمالی این حمله تروریستی معرفی کرده. اما میتینگ روز شنبه در آنکارا اساساً یک میتینگ در حمایت از صلح بود و مخالفت با درگیری‌هایی که در چند ماه اخیر میان دولت و پیکاکا رخ داده. فراخوان دهندگان این تجمع و گروه‌های چپ بخشی از سندیکاهای کارگری و به طور مشخص حزب کردی دموکراتیک خلق بود و طبعاً بسیاری از شرکت کنندگان و کشته شدگان در این تجمع هم از هواداران حزب کردی دموکراتیک خلق هستند. همین موضوع هم البته در واقع الان محل بحث شدید و جدال لفظی میان طرفداران کرد و دولت شده. کردها میگن اونها اساساً هدف نخست این حمله تروریستی و حملات مشابه این چنینی هستن. آقای اردوغان رئیس جمهور که فعلاً به یک بیانیه بسنده کرده گفته حملات تروریستی متوجه یک پارچگی ترکیه هست. بلافاصله صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب کردی HDP در پاسخ گفته که آنچه که یک پارچگی کشور رو تهدید کرده اعمال دولت و حزب حاکم عدالت و توسعه استش. در کل گروه‌های کردی معتقدند که دولت ترکیه و در رأس آن حزب AKP برای تاثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی و فشار بر کردها دست به هر اقدامی میزنه. حتی یکی دو مقام حزب کردی HDP در واقع گفتن که دولت ترکیه یا خودش عامل این حمله بوده یا سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه از وقوع این حمله اطلاع داشته و به عمد در مقابل اون سکوت کرده. دمیرتاش همینطور در پاسخ تندی که به گفته های آقای داوودوغلو نخست وزیر داده گفته تو در جایگاهی نیستی که ما رو تهدید بکنی. او گفته نخست وزیر نیم ساعت در این باره صحبت کرد و 20 دقیقه من رو تهدید کرد. دولت البته اتهام دست داشتن در این حمله و یا اطلاع از اون رو رد کرده. همونطور که اشاره شد مسببان احتمالی این حمله رو دولت ترکیه سه گروه داعش، چپ‌ها و کردها میدونه. با اینکه ساعاتی پس از این حمله تروریستی پیکاکات بیانیه به منظور تامین امنیت انتخابات آتش بس یک جانبه ای رو اعلام کرد، ولی خب روز گذشته بار دیگه شاهد بودیم که جنگنده‌های ارتش ترکیه مواضع پیکاکا رو به شدت بمباران کردن. اشارم بکنم به جز این دو حزب که حالا از قبل از انتخابات هم به شدت درگیری و تضاد با هم داشتن، یعنی حزب حاکم AKP و حزب کردی HDP، دو حزب دیگه در واکنش به این حمله تروریستی سعی کردن خیلی مسئله رو در واقع جزئی نکنن و بیشتر بر حفظ یک پارچگی و امنیت و صلح در کشور تاکید بکنن. تظاهراتی هم در شهرهای آنکارا و استانبول در طی یکی دو روز گذشته شاهدش بودیم، هم ادای احترام به کشته شدگان و هم اعتراض به عملکرد دولت. در کل در توصیف بیشتر حال و هوای این روزهای ترکیه باید گفت که شرایط تقریبا به شرایط جنگی دو دهه پیش شبیه شده، زمانی که جنگ میان دولت ترکیه و پیکاکا بالا گرفته بود و البته در طی 13 سال گذشته تا به این حد شرایط سیاسی در ترکیه هم حساس نبوده. اما آنچه مشخصاً به نظر میرسه اینه که این بار کشیده شدن نارامی ها به پایتخت حامل پیام خاصی برای دولت و یا شاید مخاطبان احزاب بوده. با این همه سه هفته دیگه انتخابات پارلمانی برگزار میشه. دمیرتاش رهبر حزب HDP از هوادارانش خواسته به فکر انتقام نباشن و انتقام از حزب عدالت و توسعه رو در پای صندوق رأی بگیرن. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از عملیات نظامی روسیه در سوریه دفاع کرد و هدف از این عملیات را تثبیت دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه دانست.
آقای پوتین روز یکشنبه 19 مهر به تلویزیون دولتی روسیه گفت مسکو همچنین می‌خواهد شرایط را برای مصالحه سیاسی در سوریه فراهم کند. آقای پوتین این اتهام را که روسیه نه گروه دولت اسلامی بلکه سایر گروه‌های میانه‌رو مخالف را هدف می‌گیرد تکذیب کرد و در عین حال گفت عملیات نظامی آن کشور در سوریه از قبل برنامه‌ریزی شده بود، ولی به مقام‌های سوری گفته شده است که طرحی برای اعزام نیروی زمینی به آن کشور وجود ندارد. آقای پوتین گفت داده‌های اطلاعاتی لازم برای انجام حملات هوایی در سوریه در مرکزی در بغداد جمع‌آوری می‌شود که با ایده‌ای از ستاد مشترک ارتش روسیه و همکاری نظامی سوریه و عراق ایجاد شده است. رئیس جمهوری روسیه گفت در حملات هوایی در سوریه از جنگ‌افزارهای جدیدی استفاده شده است تا نشان داده شود روسیه در صورت نیاز تمایل به استفاده از فناوری بسیار پیشرفته نظامی را دارد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه 19 مهر به صورت جداگانه با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی و محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور دیدار و گفتگو کرده است. این نخستین سفر مقام‌های کشورهای عربی خلیج فارس به مسکو پس از آغاز حملات هوایی روسیه به مواضع گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد و همچنین گروه داعش در سوریه است. این دیدارها در شهر سوچی روسیه انجام شد، با این حال جزئیاتی از آن منتشر نشده است. شبکه العربیه بدون ذکر جزئیات گزارش داد که در این دیدار پیامدهای بحران سوریه به بحث گذاشته شده است. کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرده است در این دیدار بر سر تحولات خاورمیانه به ویژه سوریه و تلاش‌های مشترک برای مبارزه با تروریسم بین المللی بحث و تبادل نظر شد. پیش از دیدار پوتین و محمد بن سلمان، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت که عملیات نظامی روسیه در سوریه نگرانی ریاض را در پی داشته است و عربستان خواهان روند انتقالی در سوریه است که به برکناری اسد از قدرت می‌انجامد. در همین حال در تحولی دیگر، ارتش عراق از انجام حمله هوایی علیه ستونی از خودروهای داعش خبر داده است که ابوبکر البغدادی رهبر داعش نیز در آن حضور داشته است. ارتش عراق در این مورد بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده است هسته اطلاعاتی الصقور وابسته به آژانس اطلاعات وزارت کشور بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی دقیق و با هماهنگی با فرماندهی عملیات مشترک موفق شد کاروان ابوبکر بغدادی و همچنین محل تجمع رهبران گروهک داعش را به وسیله نیروی هوایی بمباران کند. خبرنگار ایرنا در بغداد گزارش داده است که الشیشانی مسئول تبلیغات گروه حکومت اسلامی و ابو سعید الکربولی و دو تن دیگر از فرماندهان ارشد این گروه در این عملیات هوایی کشته شدند. بیانیه ارتش عراق مدعی است که رهبر گروه خلافت اسلامی توسط برانکار از محل حادثه منتقل شد، وضعیت جسمیش مشخص نیست و سرنوشت او همچنان در ابهام است. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره کشته و یا زخمی شدن البغدادی منتشر شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تصویب کلیات طرح اجرای توافق هسته‌ای در مجلس را اقدامی تاریخی خواند که باید به گفته او سبب انسجام مردم شود. او در این حال خطاب به مخالفان این توافق گفت ناراحت نباشند، دکان آنها هم کساد نمی شود. حسن روحانی روز دوشنبه 19 مهر ماه یک روز پس از تصویب کلیات این طرح در مجلس در سفرش به شهرستان استاری در استان مازندران بدون اشاره مستقیم به مجادلات شدید مخالفان و موافقان توافق هسته‌ای در جریان بررسی کلیات آن در مجلس، جمهوری اسلامی را کشوری معرفی کرد که به گفته او در قانون اساسی آن مسیر دموکراسی را در پیش گرفته و در همه موارد آنچه اکثریت مردم میگویند رعایت می شود، اما حقوق اقلیت هم محفوظ است. وی افزود انتقاد به برجام اشکالی ندارد، ولی نظر اکثریت مردم ملاک است. رئیس جمهوری ایران در سخنان روز دوشنبه خود همچنین در پاسخ به مخالفان که دولت او را متهم می کنند که به خاطر نزدیک شدن به غرب به دنبال مذاکره با آنها بوده گفت به خاطر منافع ملی و مصالح اقتصادی کشور مذاکره کردند و او نمی توانست
بایست اجازه دهد به علت تحریم ها برای هر جنسی که وارد کشور می شد و می شود 15-20% اضافه از جیب مردم پرداخت شود و هیچ کس حق ندارد از جیب مردم شعار دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی بار دیگر با تقدیر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران رسیدن به توافق را که به گفته او باعث شده ایران با استدلال و بدون جنگ از زیر فصل 7 منشور سازمان ملل خارج و قطعنامه‌های شورای امنیت برای تحریم ایران ملغا شود را پیروزی غرور آفرین خواند. آقای روحانی پیش از این هم بارها مخالفان توافق هسته‌ای را کسانی خوانده بود که نگران منافع خود و کساد شدن دکانشان هستند. به روز دوشنبه با بیان اینکه اکنون در شرایط پسا تحریم هستیم، خواستار وحدت در کشور شد و گفت برجام باید سکویی برای جهش اقتصادی باشد و در ماه‌های آینده با رفع تحریم‌ها شاهد رونق پایدار اقتصادی در کشور خواهیم بود. رئیس جمهوری ایران وعده داد که دولتش تا پایان هفته جاری بسته ای ارائه خواهد داد که در 6 ماهه دوم تحرکی قابل ملاحظه در اقتصاد به وجود خواهد آورد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه 19 مهر در مراسم تشییع جنازه حسین همدانی جزئیاتی از سابقه و کارنامه این فرمانده ارشد سپاه را تشریح کرد و گفت وی از سال 90 به سوریه رفته و 2 قرارگاه نظامی در دمشق و حلب را اندازی کرده و در 80 عملیات در این کشور شرکت داشته است. آقای رضایی گفت حسین همدانی همچنین در سوریه مشابه با حزب الله لبنان تشکیلات دفاع وطنی را شکل داد و 10,000 جوان سوری را در این قالب سازماندهی کرد. حسین همدانی که فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه محسوب می‌شد، پنجشنبه شب در شهر حلب در سوریه کشته شد. آقای همدانی در دوران سرکوب اعتراض‌های سال 88 فرمانده سپاه محمد رسول الله در تهران بود. آقای رضایی گفت امروز امنیت ایران تنها در چارچوب مرزها قابل تأمین نیست و با امنیت منطقه گره خورده است. وی تصدیق کرد سردار همدانی نیز در سوریه شهید شد تا ناامنی به تهران نرسد. پس عده‌ای نگویند که چرا او در سوریه شهید شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت هشدار داد اگر عربستان و تکفیری‌ها در سوریه، عراق و یمن پیروز شود، جهان اسلام را 15 قرن به عقب می‌برند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در مراسم تشییع حسین همدانی با طرح این سوال که سوریه چه اهمیتی برای ایران دارد و چرا باید از جریان مقاومت در آنجا حمایت کرد گفت مردم به تبعیت از رهبری می‌دانند که سوریه پشتیبان جبهه مقاومت اسلامی در مقابل استکبار و رژیم صهیونیستی قاسب است. فرمانده سپاه پاسداران گفت امنیت منطقه غرب آسیا از جمله ایران اسلامی به عنوان کانون جوشان انقلاب اسلامی به سوریه و محور مقاومت در این جبهه وابسته است. فرمانده سپاه پاسداران گفت مردم ایران با آمریکا، رژیم قاسب صهیونیستی و ایادی استکبار جهانی تأکید می‌کند که تا آخرین قطره خون خود از انقلاب اسلامی و آزادی ملت‌های منطقه دفاع خواهیم کرد. سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران در حالی ابراز شده است که وزیر دفاع ایران آزمایش موشک دوربرد عماد از نسل جدید موشک‌های بالستیک زمین به زمین ایران خبر داده است. حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه 19 مهر گفت این موشک تمامی مراحل طراحی و ساخت آن توسط دانشمندان و متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع صورت پذیرفته، نخستین موشک دوربرد جمهوری اسلامی ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف است. آزمایش موشک عماد پس از آن صورت می‌گیرد که برخی مقام‌های سپاه پاسداران ابراز نگرانی کردند که توافق جدید هسته‌ای با قدرت‌های غربی محدودیت‌هایی را نیز برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی در پی داشته است. وزیر دفاع ایران گفت برای افزایش قدرت دفاعی و توان موشکی خود از هیچ کس اجازه نمی‌گیریم و برنامه‌های دفاعی خود را به ویژه در حوزه موشکی با قاطعیت دنبال می‌کنیم.
آقای دهقان گفت با تحویل انبوه موشک عماد به یگانهای موشکی نیروهای مسلح در آینده نزدیک قدرت و توان تاکتیکی و عملیاتی این یگانها به نحو بسیار چشمگیری افزایش خواهد یافت. در همین رابطه روز یکشنبه خبرگزاری رویترز هم در گزارشی با اشاره به آزمایش این موشک دوربرد نوشت که محققان امور راهبردی برد موشک عماد را 1700 کیلومتر و دقت هدفگیریان را 500 متر ذکر می کنند. بنابر این گزارش این موشک که هم خانواده موشک های شهاب 3 است و از سال 2003 میلادی به زرادخانی ایران افزوده شده است، بردی مشابه با برد موشک عماد دارد اما تنها تا 2 کیلومتر دقت هدفگیری دارد. کارشناسان میگویند عماد نشانگر جهشی بزرگ در بحث دقت است. این موشک در دماغه خود مجهز به سامانه هدایت و کنترل پیشرفته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه 18 مهر ماه اعلام کرد که حکم جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در تهران صادر شده است اما وی فرصت اعتراض دارد. سخنگوی قوه قضاییه گفته است دادگاه منتظر میماند که اگر بعد از اتمام 20 روز به حکم اعتراض نکردند حکم قطعی شود و اگر به حکم اعتراض شد قاعدتاً به مرجع تجدید نظر ارسال می شود. آقای اژه‌ای همچنین گفت از اینکه حکم صادر به وکیل یا خود آقای رضاییان ابلاغ شده اطلاعی ندارد. آقای محسنی اژه‌ای درباره جزئیات حکم پرونده آقای رضاییان ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت تا زمانی که حکم قطعی نشود نمیتوان درباره جزئیات آن صحبت کرد. جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در تهران پس از 1 سال بازداشت در خرداد ماه گذشته پشت درهای بسته دادگاهی شد و هنوز روشن نیست که بر اساس چه اتهامی محاکمه شده و چه حکمی برایش صادر شده است. همراه جیسون رضاییان همسرش یگانه صالحی نیست که عکاس خبرنگار است بازداشت شده بود اما اندکی بعد به قید وثیقه آزاد شد. بنابر گزارش‌ها آقای رضاییان در بخشی از زندان اوین که تحت کنترل اطلاعات سپاه پاسداران است نگهداری می‌شود. آقای رضاییان متولد و بزرگ شده آمریکاست و تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد. هفته گذشته 11 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکر به وزیر دادگستری خواستار اطلاع رسانی دقیق و شفاف در مورد پرونده جیسون رضاییان شدند. این نمایندگان از این روزنامه‌نگار آمریکایی ایرانی تبار به عنوان جاسوس و نفوذی نام بردند. وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی تا کنون از اظهار نظر درباره پرونده رضاییان خودداری کرده است. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی ایران اتهام‌های جیسون رضاییان را نفوذ در اماکن مهم دولتی و افشای برنامه‌های ضد تحریمی ایران از جمله هویت واسطه‌های تجاری و ماهیت شرکت‌های همکار ایران در پروسه دور زدن تحریم‌ها و جاسوسی از برنامه هسته‌ای ایران اعلام کردند. همزمان روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با انتشار گفته‌های محسنی اژه‌ای درباره حکم جیسون رضاییان ضمن رد اتهام جاسوسی او از خبرنگار خود در تهران به عنوان نمادی از فقدان آزادی مطبوعات در ایران یاد کرد. مارتین بارون سردبیر روزنامه واشنگتن پست پیشتر گفته بود که آقای رضاییان در تهران تنها خبرنگار بوده و کاری جز حرفه روزنامه نگاری انجام نداده است. واشنگتن پست در گزارش روز یکشنبه خود نوشت سکوت محسنی اژه‌ای در مورد مفاد حکم جیسون رضاییان نشان می‌دهد که او کاندیدایی برای مبادله زندانیان است. ماه گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت او موافق آزادی 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران از جمله آقای رضاییان است به شرطی که ایالات متحده نیز ایرانیان زندانی در آمریکا به جرم نقض تحریم‌های ایران را آزاد کند. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی 19 ایرانی به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در زندان‌های ایالات متحده به سر می‌برند. علاوه بر جیسون رضاییان، سعید عابدینی و امیر حکمتی 2 شهروند آمریکایی ایرانی نیز در ایران زندانی‌اند که دولت آمریکا خواستار آزادی آنهاست. سیزده معلم زن ایرانی در العین ابوظبی به دلیل نداشتن ویزای کار در این منطقه به دادگاه احضار شدند. یک مقام آگاه ضمن اعلام این خبر از احتمال بازداشت این معلمان خبر داده است.
روز چهارشنبه 15 مهر نیز 9 معلم مرد ایرانی به اتهام اقامت و کار غیرقانونی در العین در حین تدریس در سر کلاس درس بازداشت و به زندان منتقل شدند. خلیل الله بابالو رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش روز یکشنبه 19 مهر در مورد دلیل بازداشت 9 معلم ایرانی در امارات گفت که امارات مجوز کار این معلم‌ها را برای کار در ابوظبی نامعتبر دانسته و گفته است که این افراد با ویزای دبی نمی‌توانند در العین تدریس کنند. وزارت امور خارجه ایران پس از این اقدام پلیس امارات کاردار این کشور در تهران را فرا خواند. کاردار امارات در غیاب سفیر این کشور بالاترین مقام سفارت امارات در تهران است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات نیز پس از اطلاع از این موضوع پیگیری آن از طریق مقامات امارات و تلاش برای آزادی این معلمان را آغاز کرده است. معلمان بازداشت شده چندین سال است که در مدارس امارات مشغول تدریس هستند. با این حال مقامات قضایی ابوظبی مجوز آنها برای تدریس در این منطقه را نامعتبر دانسته و آن را تنها برای دبی معتبر می‌دانند. این معلمان از سالهای گذشته با مجوز کار و اقامت دبی در ابوظبی نیز تدریس می‌کردند و تاکنون مشکلی در این زمینه نداشتند. تابستان سال 1392 نیز کشور امارات بدون ذکر دلیل شروع به اخراج ایرانیانی کرد که برخی از آنها بیش از 20 سال بود در دبی اقامت داشتند. وزارت امنیت امارات در آن زمان طی تماس تلفنی با تعدادی از ایرانیان از آنان می‌خواست با در دست داشتن گذرنامه به اداره امنیت این کشور مراجعه کنند و بعد از مراجعه این افراد گذرنامه آنان را توقیف و اقامت آنان را نیز لغو می‌کرد و بعد یک فرصت دو هفته‌ای یا یک ماهه به آنان می‌داد تا از امارات خارج شوند. این موضوع به مجلس ایران کشیده شد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامیان را بررسی کرد. مدتی بعد معاون حقوقی، کنسولی و ایرانیان خارج از کشور وزیر خارجه اعلام کرد که روند اخراج ایرانیان از امارات متوقف شده و مأموران اماراتی و هموطنانی که قبلا به اداره اقامت و پلیس فراخوانده شده بودند اعلام کردند که اقامت آنها تا اطلاع ثانوی بلامانع است. علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز دوشنبه 20 مهر به خبرگزاری فارس گفت اقدام دولت امارات در بازداشت معلمان ایرانی به هیچ وجه با اصول دیپلماتیک سازگاری ندارد. این نماینده مجلس همچنین گفته است انتظار ما این است وزارت امور خارجه برخورد مناسب با آن انجام دهد و دفاع از شأن ایرانی در کشورهای مختلف یکی از مهمترین وظایف وزارت امور خارجه است و ما امیدواریم پاسخ شایسته‌ای به این رفتار غیر دیپلماتیک دولت امارات بدهد. عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت توقع ما این است احترام به شهروندان ایرانی در کشورهای دیگر وجود داشته باشد و عدم رعایت این موازین برای دولت امارات سنگین تمام خواهد شد.